یکی از امکانات جالب فاینال کات هم آدیشن هست، چیزی که اینجا وجود داره توی کلیپ. شما خیلی از وقتا ممکنه چند تا کلیپ رو بخواید با هم توی تایملاین بذارید، همشون رو ببینید، مقایسه بکنید و حالا الاخر ممکنه کارگردان بین چند تا برداشت دو دل باشه، یا ممکنه یه ورژن کوتاه‌تر داشته باشید که بعدا بخواید برای یه تبلیغ استفاده بکنید که کوتاه‌تره. یه خیلی از موارد هست که به یه هم چیزی شما نیاز دارید که یه گروه از کلیپ‌ها رو توی تایملاینتون بذارید، بعدا انتخاب بکنید یکیش رو. برای این کار شما سه تا چهار تا حالا هر عددی که هست رو انتخاب می‌کنید، اینجا میاید و همزمان که هر سه تاش رو انتخاب کردید create audition یا از کلیپ audition create، یه همچی چیز برای شما درست میکنم. اگه این درگش بکنم اینجا، شما میبینید که الان فقط یک کلیپ هست، اما اگه من روی این آیکون تک کلیک بکنم، شما به تمام کلیپ هایی که توش هست میتونید دسترسی داشته باشید. بزرگترین مزیتش هم اینه که تمام تدوین شما ثابت میمونه. من اگه اینجا بیام این یکی کلیپ رو انتخاب بکنم که طولانی تره، یا این یکی رو انتخاب بکنم که کوتاه تره، دیگه نیاز نیست همه یه تایملاین رو جابجا بکنم و کوتاه و بلند بکنم و عقب جلو بکنم. همین یه تک کلیک کل اون کار رو برای من انجام میده. چند تا نکته جالب در مورد آدیشن هست. یکی اینکه اگر شما بخواید میتونید اینجا بیان یه کلیپی رو که حالا توی آدیشن نبود بیاید روش درگ بکنید و اینجا اد تو آدیشن رو بزنید و بهش اضافه میشه. حالا شما اینجا چهار تا کلیپ داریم به جای سه تا. نکته دیگه ای که اینجا جالب هست، میتونید اگر خواستید این آدیشن رو دوپلیکیت بگیرید و حالا روش اصلاح رنگ انجام بدید. به طور مثال من اینجا میام یه فریم انتخاب میکنم مثل این، بعد میام مثلا ممکنه من بخوام یه خود شب تاریک تری باشه این زمان ما، یه خود آبی ترش میکنم. از اون زرد سبز تر میکنم و حالا یک کمی هم سچوکشن رو کم تر میکنم. تیر کنم بد نماشه یه خوب داشت تیره ترم باشه بد. خب اوکی، الان من ممکنه هم بخوام این ورژن رو به کارگردان نشون بدم، هم این ورژن رو به کارگردان نشون بدم. خیلی راحت میتونم این دوتا پشت هم بذارم و حالا هر جفتش رو بتونه ایشون ببینه و هر کدوم دوستاش انتخاب بکنه. در این حال یه موضوع خیلی مهمی رو در نظر داشته باشید. اگر شما یه همچین کاری انجام بدید، فقط روی اون کلیپی تاثیر میذاره که این اصلاح رنگ روش انجام شد. اگه من بیام روی این یکی کلیپ، الان شما همونطور که میبینید برمیگرده به حالت قبل، فقط با اون کلیپی که شما توش بودید کار میکنه. من فکر میکنم واسش این باگ باشه، احتمالاً تو ورژن‌های بعدی ممکن درست بکند که این فیلتره که شما اینجا اضافه میکنید روی تمامشون کار بکنه، چون اینجوری واسش خیلی منطقی نیست. ولی در هر صورت این امکانو دارید با این نکته که یه همچین گیر و گوری هم داره. البته این الان ورژن 10.1ه، شما زمانی که دارید کار میکنید ورژن 10.1.2 نه ببخشید 10.2.1 بالاخره تونستم درست بگم و بعدا ممکن تغییر بکنه. چیز دیگه ای که توی اینجا هسته، شما شاید بعد نماشه بدونید، موقعی که کارتون تموم شد با این آدیشن و گفتید خب دیگه این کلیپ نهایی منه، همین میخوام انتخاب کنم، همین میخوام دیگه تموم بکنمش و دیگه انتخاب نهایی ما همینه، شما میتونید بیاید اینجا finalize audition رو بزنید. توی منوی کلیپ هم هستش دقیقا با همین عنوانه و اگر احیانا شما خود این کلیپ هم انتخاب بکنید، میتونید بیاید بدون باز کردن حتی این پنجره audition کلیپ های قبل و بعدی رو ببینید. شورتکاتش alt control چپ و راست هست، کلیپ قبلی، کلیپ بعدی و کلیپ بعدی. این یکی البته خیلی کوتاه بود، فکر کنم همونی بود که اضافه کردم، خیلی کوتاه بود. این مواردی بود که در مورد آدیشن وجود داره.
و دیگه چیزی که بخواد اینجا باشه، همونطور که گفتم خدمتون، نکست پیک و پریویس پیک این دوتا هستش که شورت کاتاش هم دیدیم با هم. اوپن پریویو هم که کاملا مشخص هست، همین آیکون پریویو هستش. شما میتونید از اینجا هم دوپلیکیت بکنید. من راستش ترجیح میدم دستی توی تایملاین دوپلیکیت بکنم. بعضی وقت کار عجیبی میکنه موقعی که شما از اینجا دوپلیکیت میکنید. تنها موردی که شاید توی این مورد دوپلیکیت بد نباشه بدونید اینه که شما اگر احیانا یه همچین تصویری داشته باشید که اصلاح رنگ شده، اگر بیاید انتخابش بکنید بگید دوپلیکیت اوریجینال، تغییراتی که انجام داده بودید رو کاملا از بین میبره و حذف میکنه، برش میگردونه به حالت اوریجینالش. اینه که دوپلیکیتش نمیکنه، یه موضوع عجیبیه. میگم باز ممکنه اینم باگ باشه، ممکنه نه قابلیت نرم افزار باشه. باز اگه قابلیت نرم افزار باشه خیلی منطقی نیست که شما دوپلیکیت میکنید روی خودش اتفاق بیفته، ولی ترجیحا من از اون دوتا عنوان اصلا استفاده نمیکنم، دستی این کار رو انجام میدم که دیگه این دردسر رو نداشته باشم. باز خود شما توی پروژهتون ببینید خوشتون میاد از این آدیشن یا نه. پروژه فوکوس رو هم مطمئنم تدوینگر رو دستیار تدوینش استفاده نکردن از آدیشن، میگفتن مولتی کم نداره، تا زمان که مولتی کم نداشته باشه به درد ما زیاد نمیخوره، یه سری چیزا اینطوری. ممکن حالا تو ورژن بعدیش مولتی کم رو اضافه بکنن، شما بتونید مولتی کم رو اضافه بکنید به آدیشن هاتون. ولی باز ببینید اگر جالب بود براتون ازش استفاده بکنید. یه نکته خیلی خیلی مهم، اگر شما 10 تا آهنگ دارید میخواید توی تایملاینتون تست بکنید، شاید یکی بهترین موردها همین آدیشن باشه که شما هی اونا رو عوض بکنید، گوش بکنید و تغییر بدید و اینجا بخواید اونها رو بشنوید و امتحان بکنید.